حتما بارها شنیدین که میگن اکثر ما رویایی داریم که از بچگی بهش فکر میکنیم. بعضی ها رویاشون تو واقعیت و بعضی هم تو خیال شکل میگیره. مثلا یکی از بچگی رویاش اینه که دکتر، معمار یا یه آرتیست مشهور بشه. اما رویای قهرمان داستان ما یکم متفاوته. درست حد زدیم. قصه یه زنه. قضای طلاق شما از همسرتان رد می شود و طبق همین رأی شما باید به خانه شوهر برگشته و مطیع همسرتان باشید تا ایشان همواره از شما راضی باشند. هرچند همه میگن تو اگه بری دیگه رفتی و اگرم نیای دستم به هیچ جا بند نیست، ولی بیدونی چیه؟ من به عشق تو مطمئنم. قربونت با عشقم میکنی چرندیاتو باور نکردی. دردی معلومه که نه. چیزی که به فکرش هم که میرسی این بود که ما به کشوری بریم که ویزاشو فقط برای اعتبار بیشتر پاسپورتمون گرفته بود. من نقشه مهاجرتمون رو اینجوری کشیده بودم که اگه تا 10 روز به ما ویزای آمریکا یا کانادا رو ندادن یه بلیط یه سره تهیه کنم و همون روزی که اون فکر میکرد ما به ایران برمیگردیم وارد بوینس آیرس بشیم تا برای همیشه از شرش خلاص. من در از خیلی سال، از وقتی که از آرژانتین ما رفتیم به سوئد، تصمیم داشتم که این داستان رو بنویسم به دو دلیل. یکی خب اصولا نویسندگی رو دوست داشتم و از بچگی می نوشتم. یکی اینم که احساس میکردم هر وقت می نویسم یه آرامشی احساس میکردم، دیگه اون سختی ها خیلی کم میشه. بعد این طول کشید، یعنی هی پراکنده می نوشتم تا بالاخره سال اواخر 1999 میلادی بود که تصمیم گرفتم که به صورت حرفه‌ای و به صورت داستانی اینو بنویسم. مسیر خیلی سختی بود، چون اولش شروع کردم به فارس، گفتم چون این اتفاق در برای من افتاده و از ایران شروع شده و بالاخره زبون مادری من فارسیه، شروع کردم به فارسی نوشتن. بعد اواسط راه بود که گفتم عوضش کنم، چون دوست داشتم یه دفعه احساس کردم حالا که دارم این همه من تلاش میکنم که اینو بنویسم، چه بهتر که به انگلیسی باشه که بشه چاپش بکنم، بتونم اینو در مثلا یکی از این کشورهای غربی چاپ کنم. آبرو؟ مردم چی میگن؟ خودم کردم؟ میدونم خودم کردم، التماس کردم، گریه کردم، عجله کردم. یه تصمیم کورکورانه، ولی چطوری میتونستم بدون امضا باش بمونم؟ اونم تو اون مملکت انقلاب زده. این داستان اولین درافتش رو به فارسی و انگلیسی هر دو نوشتم. بعد برگشتم اینجا و شروع کردم بازنویسی کردن. تا 2001 طول کشید که 2001 من به آمریکا رفتم، درست همون زمان چیز توین تاور. یکی دو سال همینطور هی تلاش میکردم که پابلیشر پیدا کنم. خیلی سخت بود، به خصوص اینکه این در واقع با اینکه بازنویسی شده بود هنوز خب به یه ادیتور به اصطلاح حرفه‌ای احتیاج داشت. به هر حال یه چند سالی طول کشید تا بالاخره سال 2005 توسط 2003 اول و بعد 2005 2003 هم یه بار چاپ شد، ولی اشتباهی چاپ کرد اون به اصطلاح پابلیشینگ هاوس در انگلستان، در کمبریج بود، پگاسوس. و دوباره در سال 2005 همون پابلیشینگ هاوس به خاطر اشتباهی که کرده بود دوباره چاپ کرد و خیلی هم موفق شد. من بوک ساینینگ رفتم به آمریکا، کانادا و خود اینجا یعنی اروپا در انگلستان و سوئد، و خیلی خیلی فیدبک های جالبی من از همه جای دنیا که هنوز من ایمیل های این دوستانی که برام فرستادن از آفریقای جنوبی، زنان همه،
از مکزیک، کانادا، حالا کانادا و آمریکا و اینا، ولی خیلی برام جالب بود، حتی عربستان سعودی. از اینجاها از خانوما برای من ایمیل، چون اون موقع من یه وبسایت داشتم، از طریق وبسایتم برام ایمیل میومد و میگفتن این داستان شما به ما خیلی کمک کرد، خیلی ما رو به ما یک به اصطلاح هدفی داد که ما یه ذره قوی باشیم و به اون خشونت‌های خانگی یا اون ناعدالتی‌هایی که بهمون شده رو بتونیم غلبه کنیم. دیگه من گفتم اینو تئاتر، یک کارگردانی بود که من اولین کاری که کار تئاتری که در انگلستان کردم با Exile Writer Inc و یک کارگردان انگلیسی آلمانی به اسم ارنست فیشر، و وقتی که باش کار کردم خیلی با هم دیگه شروع کردیم، یعنی از من خواست که کارهای دیگه هم باش بکنم و من همون موقع کلاسای خیلی فشرده بازیگری رو شروع کردم. بعد با ارنست این کتاب رو در میون گذاشتم، گفتم این خیلی از واسه خود ناول موفقیت آمیز بوده و من این ایمیل ها رو بهش نشون دادم، گفتم اینا رو دریافت کردم، و ارنست گفتش که خب بیا اینو نمایشنامش کنیم، که اون چون خودش تو روهمتون درس میداد، ما روهمتون اولین بار تو سال 2008 و بار دوم باز توسط ارنست توی وانسورت فستیوال، مثل فکر میکنم ماه می بود 2010، و بعد هم سال گذشته، و بعد عوض کردم چون اون نوشته ارنست بود، یعنی ادیت شده ارنست بود، اقتباسی بود که ارنست گرفته بود از این داستان، من یه مقداری عوضش کردم. شاید همه اینا ریشه فرهنگی داره. اگه هیچ کدومتون نمیتونی کمکم کنین، من رو کپوسکنده بهش میگم دیگه. هرچه باد آباد، بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست. سال 2018 من خودم تنهایی بازی کردمش، بردیمش به آلمان به فستیوال آقای آلبویه در هایدلبرگ. اونم بود که اون اصلا تایتلش رو همه چی رو عوض کردیم، ولی به عنوان با این تایتل سفر به سرزمین ستاره، این خیلی فرقی با خود داستان نداره، فقط یه سری فشرده شد که بتونیم به اصطلاح تئاتریش کنیم، چون خود قصه حدود 300 و چند صفحه است. برای همین ما می‌خواستیم یه تئاتر خیلی خیلی هم نمی‌خواستیم طولانی بشه، خیلی تئاتر به اصطلاح جمع و جور و ضربتی باشه. پسره اینقدر خوشتیپ بود که نگی، ریش سیبی مدل برگی، قد و بالا بلند و رشید، سن و سال یه 7-8 سال از من بزرگتر، ولی خوب که فکرشو میکنم ها، ببینم شبیه خیلی از پسرهای خوشتیپ دهه 50 بود، ولی از نظر من یه چیز دیگه بود جذابتر از همشون، چون داشت عاشقانه به من نگاه میکرد. خب میدونی راستش من متنو که خوندم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چقدر این زن شبیه یک عزیزی هستش که توی زندگی من هنوزم هستن، ولی خب چون من حالا اومدم اینجا دور شدیم از هم، و شبیه زندگی یک زنی بود که عزیز من هستن، ولی تنها تفاوتش این بود که اون زن هیچ وقت به اون تصمیمی که من دیگه باید برم و این دیگه انتهای این داستانه به اونجا نرسید و متاسفانه هنوز هم که هنوزه توی همون زندگی هست. بنابراین من یه حس از کودکی چون ایشونو میشناختم حس کاملا نزدیکی داشتم بهش، و به هر حال چون یک چیزی مربوط به زنان، مسئله خشونت علیه زنان ربطی به ایران نداره، همه جای یک چیز واقعا جهانیه و همه توی همه جای دنیا میتونن باش دست و پنجه نرم کنن، برای همین حس کردم که میتونم روی این نقش کار بکنم و دوست دارم که یعنی دوست دارم که این کار نمایش داده بشه، طبق همون چیزایی که توی ذهن خودم دغدغه مندم همیشه آگاهی رسانی،
و بله به خاطر این بود که نقش دوست داشتم و قبول کردم. کم میکنی؟ کمکم میکنی؟ بدون امی نمیشد. با یه نقشه خوب و دقیق فقط یه معجزه کم بشه. بلند شو دیگه، همجور نشسته. میبینی من داغونم؟ چرا لج میکنی من؟ تو وقتی اینجایی نمیای بباش بباش. موضوع داستان، داستان خشونت در واقع فیزیکی بدنی و دلیل اینکه این نقش رو قبول کردم این بود که موضوع داستان برام مسئله‌ای بود که باید حتما راجبش صحبت بشه. درسته که خشونت صرفا فیزیکی نیست، بعضی موقع ها میتونه روانی باشه، لزوما در مورد زنان نیست، میتونه در مورد مردان باشه، میتونه در مورد کودکان باشه. ولی نکته جالبه که وجود داشت توی این نمایشنامه اینه که یک بازیگر همزمان نقشش رو هی عوض میکنه. یعنی این کاراکتری که هر کدوم از ما میتونیم باشیم، هر کدوم از ما میتونیم مرتکب خشونت بشیم، هر کدوم از ما میتونیم در واقع خشونت ورزی در موردمون انجام بشه. برای همین لزوماً شاید بعضی اینو ببینن به یه شکلی که مثلا ضد مرد یا چیزی از این دست، ولی داستان در واقع ترانسفورمیشن یک انسان رو نشون میده، یک دختر معصومی که توی یک موقعیت قرار میگیره و تبدیل میشه به زنی که مجبور میشه یه جاهای دروغ بگه، نقش بازی بکنه، به همسرش خیانت بکنه، و مردی که بحرانهای خودشو داره و نمیدونه چطوری به اون بحرانها کنار بیاد، و حالا مسائل اجتماعی هم دست به دست هم میده که باعث میشه که هر دوی این آدمها مرتکب اعمالی بشن که شاید ما به عنوان مخاطب بخوایم محکومشون بکنیم، ولی در واقع تو زندگی شخصی هر کدوم از ما میتونیم تو این موقعیت قرار بگیریم. هر ستامون در واقع یک نفر بودیم که همزمان داشتیم نقشای مختلف رو بازی میکردیم، یعنی یک شرایط متفاوت نبود، همه شبیه همدیگه بودیم که داشتیم این نقش رو اجرا میکردیم. ولی کل اگه بخوام در مورد خود نمایش صحبت کنم این هستش که اگر که قوانین تو کشور ما به صورت درستی اجرا می شد، از یک دختر معصوم 20 ساله و یه مردی که حالا یه سری مشکلاتی داشته یه سری آدم های عجیب غریبی نمی ساخت. اگه حکم طلاق صادر می شد این همه دربدری و ماجراهای مختلف به وجود نمی اومد. و این تئاتر فکر می کنم که اومده به خوبی اینو به تصویر کشیده. ما هم سعی کردیم که اینو بازیش کنیم و این پیغامی که باید این قوانین برابر وجود داشته باشه رو به کسایی که مسئول هستن، حالا کل دنیا هر کسی نمیدونم، برسونیم. زیر نور مهتاب تو بدنت میشه روی ساحل. آخ پالما ده مایورکا که چقدر دوست دارم. وقتی میرخصی زیر مهتاب اوایل کار یه بازیگری داشتیم که ایشون عوض شدن و لیلی جون دیرتر از ایشون از بقیه دیرتر اومدن توی گروه و خب یک مقدار سخت بود اوایلش، ولی خب بچه‌ها خیلی خوب پیش رفتن. و یکی از مسائلی که ما بیشتر باش داشتیم مسافت ها بود که متاسفانه به علت شرایطی که برای ما پیش اومده اینه که مجبوریم از راه های دور با همدیگه به حالت آنلاین تمرین ها رو انجام بدیم. این خیلی چالش برانگیز بود. شخصیت عوض میشه، میزانسن سریع تغییر میکنه، خیلی بد. ما جای تمرینمون هی فرق میکرد، مثلا یه جا کوچیکتر بود یه جا بزرگتر بود. خلاصه خیلی من خواهش میکنم اینو باید بگم که این کار فقط کار من نبود، این کار کاملا 100% تیمی بود و اگه بچه ها به این خوبی نبودن این کار به این خوبی ارائه نمیشد.